گرم. شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. در این برنامه خانم دکتر میترا رشیدیان سکسولوژیست و خانم دکتر سپیده فر با ما هستند. ما که میگم یعنی با تلویزیون در واقع. در به شما عرض بکنم که اجازه بدید یه پیش گفتاری بیارم تا بعد برگردم به دوستان واقعا مهربانی که همیشه آماده هستم به این وقت گرانبهار میذارم برای ما. صدا بپردازم به اینی که در جهان چه گذشت. خیلی چیزا گذشت. با همه اینا من فکر میکنم که این الهه طبیعت به طور کلی صلح میتونه به ارمغان بیاره. درسته که کنسولگری ایران در هفته پیش در آلمان بسته شد به دلایلی که آگاه هستید، مثل 700 نفر هم تو این جریان گرفته شدن به دلایل جاسوسی آلمان برجد. اینا چیزایی که تشخیص داده شده. ولی هفته پیش مهمترین خبر اول هفته حمله اسرائیل بود به ایران و خب برنامه صدا و سیما، حالا ما منتظر بودیم که بالاخره یه چیزی باید بگه دیگه، یه گویندهی داره مردم هست، این شروع کرد به هر هر خندیدن و مسخره کردن این حمله. من ابتدا فکر کردم که این خبر نداره، واقعا داره شوخی میکنه. بعد فهمیدم نه، این جزء دستورالعملش بوده. بنده خدا اونقدر هم احمق نبوده. دستورالعمل برو اونجا مسخره بکن اینا. چرا؟ به دلیل اینکه خبر نداشتن که چه بلایی به سر اون ملت اومده، مردم اومده، بلا برجد، یعنی در واقع دولت اومده، یعنی تمام پایگاه های نظامی ایران که می توانست نفس رو در دل ارتش یا در دل حالا هر چیزی زنده بکنه زده بودن. حالا در حقیقت حمله به ایران آزادی آسمان رو برمغان آورده بود، یعنی آسمان ایران آزاد شده، همه مردم دنیا میتونستن به ایران حمله بکنن آزاد، کسی نبود جلوشون رو بتونه بگیره دیگه. بعد اون هر هر اونجا میخندید، غافل از اینه که ببینید یک دونه از این فرماندهان سپاه توی اون محلا نبودن به دلیل اینکه این خبرها داده شده بود بهشون که آقا ما داریم میایم بزنیم. به این دلیل میگم خب اومدن و زدن. ولی چرا 6 تا افسر ارتش کشته شدن توی این جریان؟ برای اینکه بهشون خبر نداده بودن و اگه قرار بود کسی کشته بشه باید از ارتش کشته میشد که بتونن بگن بله ما هم اینجا به اصطلاح شهید دادیم، ولی اونا در راه میهنشون کشته شدن. خیلی تسلیت میگم به خانواده شد از سمیده خان. اینا چیزایی بود که به اصطلاح جریانی بود که اتفاق افتاد. بعد حکومت چه کرد؟ در یک ماه 140 نفر رو کشت، البته آمار دیگری بود که 130 نفر اعدام کرد و یکی از اونا هم آقای شارمت بود، جمشید شارمت، کسی که از دبی دزدیده شده بود و به ایران آورده شده بود. تاریخش نمیدونم ولی یکی 2-3 سال پیش بوده و دخترش توی این مدت، من این داستان از موقعی که دخترش اومد توی تلویزیون های مختلف گریان و واقعا ولی در حال رزم برای اینکه یک کاری بکنه که به درش نکشن،
این ارتباط پدر و دختر. اونجایی که خانم رشیدیان راجع به تئوری‌های دلبستگی صحبت میکنه، اون دلبستگی پدر و دختر و دختر به نسبت به پدرش، واقعا دل سنگ آب میکرد. من به یاد داستان رستم و سهراب مینداخت که آخر کار اونجایی که میگه کنون گر تو آب ماهی شوی و یا همچو شب در سیاهی شوی، همین خواهد از تو پدر کین من، شو بیند که خشت از بالین من. حالا این در مورد پدر و دختر اینجوری اتفاق افتاد، دختره این حالت نسبت درست برعکس اون قضیه. خب به شما عرض بکنم که بعد از این جریان به اصطلاح قتل هایی که به اسم اعدام انجام شده در ظرف یک ماه، شما نگاه بکنید دانشجوات در بسیاری از دانشگاه همچنان اعتراض، همچنان دانشجوها در حال کنترل تو خوابگاه ها و بالاخره تماشای موی سر از راه دور، این هم یه نوشه. حالا به شما عرض بکنم که به جز این قبلا هم پیش از اینی که برنامه صحبت بکنه با خانم دکتر رشیده و خانم دکتر سبیدی صحبت میکردیم راجع به برنامه‌ای که در وودلند هیلز بود، در هتلی هتل هیلتون، راجع به بزرگداشت کوروش. این که اشکالی نداره، کوروش بزرگ ما اصلا هویت ماست، استخونبندی ماست، از لحاظ ملیت، از لحاظ تاریخ چندین هزار ساله. و خلاصه حالا اتفاق افتاد که این دفعه یه ارتشی این کار کرد، سرهنگ وزین، و از قرار معلومون جلسه گذاشت و تعداد زیادی از افراد دانشمند ایرانی در اونجا شرکت داشتن. سخنرانی هاشون به هیچ وجه راجع به فرد نبود، راجع به استرکچر نظام بود و به طور کلی اینه که ایرانی ها و در چه شرایطی بودم و چگونه شد امثال دکتر زرتشت ستوده، امثال دکتر آذربرزینگو یا در اورنج کانتی زندگی میکنه یا از جایی دیگه اومده، نمیدونم ایشون نمیشنم آذربرزین ارتشی و نیرو هوایی خیلی خوب میشتفتم، ولی ایشون خیلی ارادت پیدا کردم از نوع سخنرانی میهن پرستانش ایران، به افتخاری که میکرد به ایرانی بودن. خیلی خیلی یه آقای دندون پزشک هم بود که اومده بود و اسم اون متاسفانه فراموش کردم، اگه آقای ریشتری اسمش میدونه لطف بکنه اسمش بگه. بسیار بسیار خیلی ممنونم دکتر، بسیار قشنگ صحبت کرد، واقعا حیرت انگیز که یه دندونپزشک چجوری رفته این تاریخ اینجور مرور کرده، واقعا حس کردم. و خیلی دیگه که اسمشون فراموش کردم اینه میذاریم. خبرهای دیگه ای دارم که شاید خانم دکتر رشیدیان خیلی راجبش علاقه داشته باشه. یکیش اینه که لابیستا یک پروژه تحقیقاتی رو راه انداختن که آخر کارش راجع به عقاید شما به صورت بله نه از جواب میخواد. و من با این که به طور کلی از کار لابیستا ایرانی هیچ دل خوشی ندارم، در نهایت چون مؤدبانه نوشته بودن به من توی قالبی نمیدونم اون قسمت تکس کجای این کامپیوتر قرار میگیره نمیدونم، ولی برجب برای من فرستاده بودن که جواب بدم. من یه جوابی که به نظرم رسید باید میدادم دادم. میخوام از خانم
دکتر رشیدیان بپرسم که او چجوری جواب میداد. چرا؟ به دلیل اینکه من جوابم این بود که شما یک متغیر کانتینیوم رو اومدید دایکوتوموس دارید میکنید، این برخلاف تحقیقاته، بنابراین نمیتونم جواب بدم. بنابراین این کاری که شما دارید میکنید، نخواستم دیگه این کلمات نمیدونم چیزی مثلا بگم شما دارید کلا میذارید و از این حرفایی که نمیدونم میزنن و صغر شما دارید مردم گول میزنید، نه این از این حرفا نه. من فقط و فقط اینه گفتم این یه روش علمی درستی نیست. نظرتون چیه خانم دکتر رشیدی؟ خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت همگی شما عزیزان در تلویزیون پارس، در این جمعی که هستیم، همه بینندگان عزیزمون، خیلی خوش آمد میگم بهشون و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتون هستم. موردی که مطرح فرمودین شما خیلی در آمار و احتمالات نقش مهمی داره و به طور کلی وقتی که جواب به صورت مطلق یس یا نو باشه، ما اینجا یه بستگی داره که این کجا ازش استفاده بشه. به عنوان مثال مثلا میگن که توی فرض کنید دموگرافیک اینفورمیشن، جایی که میخوان اطلاعات عمومی یک شخص رو در نظر بگیرن، میپرسن که شما ازدواج کردید، جوابش چیه؟ یا یس یا نو. خب اونجا مچ میکنه. مثلا میگن که شما من نمیدونم شاغل هستید یا نه، خب اونجا شاید درست باشه که اونجا یه یس و نوی هست از اپلای میشه. یا اینکه مثلا میگن شما مرض مثلا قلبی دارید یا ندارید، درست اینا رو میشه با یه دونه یس و نو یا حتی آی دون نو رو هم حتی باید بهش اضافه کرد. یعنی نمیشه فقط گذاشت که بگیم که یس و نو جواب مطلق میشه. وقتی که ما میریم روی سیستم هایی که باید انتخاب بکنیم، معمولا یه رنج در نظر داده گرفته میشه و توی اینجور مواقع معمولا از سیستم لایریک سیستم استفاده میکنن که زیرو میشه مثلا جواب کاملا منفی، 100 میشه جواب کاملا مثبت، 50 میشه متوسط و یعنی میشه 0 رو مثلا شما در نظر بگیرید، 0 و 25 و 50 و 75 و 100. اون خیلی ما میتونیم روی اون فلکسیبیلیتی داشته باشیم که بتونیم آمار یک مورد پیدا بکنیم، ولی اینکه بیایم این جواب آره یا نه رو اپلای بکنیم به تمام یه سیستم آمار احتمالات، معمولاً جوابا خیلی بایس در میاد. اون چیزی که دنبالش هستیم میشه گفتش که یک حالت یه ترپ پیدا میکنه، حالت یه تلس که آدم انگار میدونه جواب چی میخواد و سوالا بر اساس اون جواب ممکنه مطرح بشه. و یعنی که اونی که شرکت میکنه در یک همچین پروسسی چاره ای نداره اینکه جز اینکه اون جوابایی که پیش بینی شده بده. بنابراین باید دید که کانتکست این که این سوالا مطرح میشه چی هست، که چون اگر مسئله آمار احتمالات اینه که ما از سوی بایس در بیایم، چیزی نباشه که بخواد سابجکتیولی جوابی داده بشه، نظریه شخصی نیست بلکه نظریه اون چیزی هستش که آمار مطرح میکنه. خب حالا من سوالم از شما اینه، جواب میدادی یا نمیدادی؟ نه من جواب بستگی داره به این که میگم که اگر که مثلا از من بپرسن ناراحتی قند داری یس یا نه، خب میگم نه. خب حالا من پس مجبورم توضیح بدم. ببین عزیزم، اگه بپرسن که حامله هستی یا نیستی، دیگه این دیگه بحث نداره اصلا، یا هست یا نیست. اونم بستگی به ایج داره. نه اجازه بده، ولی هر چیزی که شما از صفر تا صد بذاری اونجا، بگی صد دیگه صد درصده، که به طور کلی حتی انرژی صد درصد نیست، شما با یک متغیر کانتینیوم سر و کار داری. یعنی ارزش های چند میلیونی ممکنه توی یه چیزایی باشه. شما توی یک سانتی متر ببین چقدر ولیو میتونی بذاری. شما بین اینه که یک نفر بخواد
مثلا فردا حتی بیماری قلبی که شما دارید میگید، یک جایی هست که قلب شروع میکنه به خراب شدن. خب این میرسه به یک جایی که خانم دکتر سبیده فرش، شما بفرمایید ببینید که به من بگید، آیا وقتی جریان مثلا میگن که آیا قلبش مثلا آورتش گرفته یا نگرفته، این چجوری شما بررسی میکنید؟ مثلا دارم میگم. خب فکر میکنم که منظورتون در مورد همین داستان بله خیر اگه مد نظرتون هست، خب با توجه به معاینه یه بررسی های میشه، ولی خب بعد فرد اکوکاردیوگرافی میشه، اکوی قلب میشه و چیزی که گزارش میشه به صورت در این مورد به صورت بله و نه نیست. یعنی میتونه اینجوری باشه که بگیم نه نیست، بعد یه مورد اگه هست. همینه میخواستم. بله. اونجایی که شما میبینی که میگه که هنوز نیست، یعنی در حقیقت این وریبل از یه جایی شروع میشه. مشکل ترینش تو کار پزشکی بود که ازت پرسیدم، ولا تو جریان های اجتماعی شما حتی به یه نفر که داری ازش میپرسی، الان خانم دکتر رشیدیان خیلی خوب توضیح داد اینه که اگر مثلا از طرف بپرسن آیا ازدواج کردی یا نه، ولی تا دفینیشن ازدواج روشن نباشه که چیه؟ آیا مربوط به اینه که آیا قبلا با کسی؟ آخه این ازدواج یک کاریه که باید یه جایی امضا شده باشه. اگه سوال این باشه امضا کردی برای ازدواج یا نه، اونجا رو من از ایشون قبول میکنم که این دیکوتومیه، یعنی یا کرده یا نکرده. ولی اگه به ازدواج دفینیشنش ممکنه، یعنی تعریفش، یکی هم پیدا میشه میگه آقا جون تو اگر رفته باشی که مثلا به یک نحوی با یکی بودی توی زندگی، این دلیلش اینه که تو بالاخره یک ازدواج کردی، حالا ناقص بوده، اسمش بوده خیانت، اسمش بوده حالا هر چی بوده اسمش. این من یاد داستان آقای کلینتون میندازه که گفت من این کار نکردم توی وایت هاوس، توجه میفرمایید؟ یعنی با اون کسی که رفته بود اونجا این باشی رابطه ای داشته، بعد اصرار داشت که این حادثه اتفاق نیفته، ما با هم دیگه سکس نداشتیم. حالا از غذا من اگر خیلی 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 هر دوتا خیلی خیلی خوش آمدید. مرسی. از این موضوع بگذاریم بریم سر به شما عرض بکنم اینه که ما داریم ببین مدت هاست که قراره که راجع به مسئله سیکس رابطه زن و مرد با هم دیگه صحبت بکنیم. به این صحبت هایی رو که انجام میدیم باید ببینیم که آیا واقعاً ما میخواییم نتایجی که از این کار میخواییم بگیریم چی میتونه باشه. وقتی که یک پروفسوری مثل پروفسور دانشگاه کلمبیا در میاد میگه که زن و مرد به طور متوسط میانگین گرفته 68.5 ببینید با هم دیگه ارتباط داشتن دارن در سال، دکتر هاسکین. حالا اگر شما یک همچین رابطه ای رو در نظر بگیرید، آیا بهداشتش اهمیت نداره که اینجا مطرح بشه، یا چگونگی اینه که این رابطه باید انجام بشه از نقطه نظر توانایی ها، از نقطه نظر اشکالات، از نقطه نظر ارضا، از نقطه نظرهای متفاوتی که از لحاظ اوج لذت بعضی ها اسمشو میبرن. میخواستم ابتدا خانم دکتر رشیدیان یکی از همین ها رو از هر کجایی که دلش میخواد شروع بکنه بفرمایید. خواهش میکنم. ما وقتی که در مورد مسائل جنسی صحبت می‌کنیم، داریم صحبت می‌کنیم بین ارتباط دو تا
انسان. و این ارتباط وقتی که فیزیکلی باشه، خب هم اموشنالی هست هم فیزیکلی، وقتی که فیزیکلی باشه، مسئله بهداشت در اینجا نقش بسیار بسیار حیاتی رو انجام میده. چرا؟ برای اینکه این دو بدن انسان فقط یک تماس سطحی و یا فقط یک در آغوش کشیدن ختم نمیشه، بلکه وارد مراحلی میشیم که انسان به اصطلاح بادیلی فیود با خودش چیکار میکنه، اکسچنج میکنه. خب پس بنابراین وقتی که پینس وارد وجاینای زن میشه و ترشحاتی در اون حالت انجام میشه، این ترشحات میتونن تمام جرم ها و باکتری هایی که در سطح پوست انسان هست بتونه با خودش وارد بدن همدیگه بکنه. و حالا اگر که بیماری های مقاربتی هم باشه که دیگه حتما اونا هم که سر جای خودش هست. بنابراین بهداشت در این مورد و آگاهی این که انسان دچار مشکلات پوستی، دچار مشکلات بیماری های مقاربتی و خیلی خیلی مسائل دیگه هست، خیلی مشکلات دیگه هستش که شاید واقعا ما یک جلسه رو برای این کار گذاشتیم که در موردش صحبت بکنیم. و اونا خیلی مطرح هست که دو نفر با همدیگه چقدر بتونن ارتباطی داشته باشن که راحت بتونن در مورد این مسائلی که مشکلاتی که دارن اینا رو قبل از هر نوع رابطه جنسی مطرح بکنن. یکی از جاهایی که ما میبینیم که خیلی این مسئله تاثیر بسزایی داره در مورد موقعی هستش که حاملگی صورت میگیره و بعد وقتی که این رابطه جنسی تموم میشه و جنین تولید میشه، بعد از اون این دفعه چه نقش هایی هست برای اینکه بتونیم اون جنین رو ما در یک محیط بسیار سالم و خارج از هر نوع عفونتی، خارج از هر نوع عارضه منفی نگهداری بکنیم به مدت 9 ماه تا اینکه این بچه سالم به دنیا بیاد. ناراحتی‌هایی هستن که ما میدونیم به عنوان مثال، و بعد اینکه این بچه چجوری به دنیا بیاد، به اصطلاح با زایمان طبیعی و جینال دلیوری به دنیا بیاد یا اینکه با سزارین به دنیا بیاد، چون هر کدوم از اینا میتونه عواقب منفی برای بچه داشته باشه. اگر که مادر دچار یک نوع باکتری، اینفکشنی، ویروسی، چیزی باشه، به خصوص مثلا دهانه رحم یک زن سرویکال، اگر که مادر HPV داشته باشه، هیومن پاپیلوما ویروس داشته باشه، که الان خوشبختانه واکسنش هست و دختر بچه ها از سن 12 سالگی به دو نوبت باید این واکسن رو بزنن و بعضی از مادرها میتونن داشته باشن بدون این که بدونن که متاسفانه بعد از مدتی اگر که اکتیف بشه و تریتمنتی نباشه میتونه به سرویکال کانسر قطع بشه. خب این بچه که میاد از این کانال برت به اصطلاح موقع تولد زایمان طبیعی، وقتی که تولد بخواد پیدا بکنه، میتونه دچار HPV بشه و با HPV به دنیا بیاد، یا میتونه با سفلیس به دنیا بیاد، یا میتونه با هر نوع بیماری مقاربتی دیگه‌ای به دنیا بیاد. اینه که این مسائل و اینا همه آماراش هست. ما اگر بریم روی وبسایت World Health Organization و اینا رو چک بکنیم، سازمان یونسکو، CDC خود آمریکا، اینا همه این آمارها رو دارن که چقدر این بی‌دقتی‌ها و نداشتن دسترسی به کمک‌های لازمه در دوران حاملگی یا حتی ممکنم از حاملگی صورت نگیره، میتونه فقط یک رابطه جنسی باشه، میبینیم که چه مشکلاتی پیش میاد، حاملگی‌های ناخواسته پیش میاد در تینیجرها که خودش قوقای خودشو داره. یعنی ما امروزه میدونیم که از هر 1000 تا تینیجری در آمریکا نزدیک 36.9% حاملگی‌های ناخواسته زیر سن 15 سال داره. پس بنابراین خیلی مسائل هستش که ما اینا رو باید در نظر بگیریم در مورد رابطه جنسی. فقط به این نیستش که یک نفر به اون اوج لذت جنسیش برسه، باید دید که این رابطه جنسی فقط برای
به اصطلاح فقط به اصطلاح برای رابطه است که داره انجام میشه، یا اینکه مثلا هدف حاملگی هست، یا اینکه اصلا ممکنه هدف اولی باشه ولی حاملگی ناخواسته هم پیش بیاد. و باید دید که بعد تصمیم اینجا چی هست، پدر و مادر یا اون دو نفری که وارد این رابطه شدن تصمیمشون چی هست و میخوان چی کار بکنن. اینه که این یک رابطه ساده نیست و ما میبینیم که در سطح اجتماعی رابطه جنسی به صورت خیلی میبینم در جایی که پیش پا افتاده حتی بهش نگاه میشه و فقط به عنوان این که دو نفر سکس داشته باشن حتی فقط بهش نگاه میشه، ولی در حقیقت همطور که در هفته های قبل گفتیم از لحاظ اموشنالی تأثیرهای بسیار منفی میتونه به جا بذاره و همچنین میتونه باعث تولید یک انسان دیگه باشه و اینکه بعد چه بلایی سر اون انسان میخواد بیاد اونم خودش داستانهای خودشو داره. پس یک رابطه یه که درسته که بعضی ها بهش میگن برای راز بقا اتفاق میفته و اینو گذاشتن و این بیولوژی ما باعث میشه که نسل انسان همینطور ادامه پیدا کرده، درست است، همه اینها درست است، ولی اونهایی که سالم موندن خب به خاطر اینکه بهداشتشون از اول برخوردشون درست بوده و اونهایی هم که دارای نقصهایی شدن یا ژنتیکلی بوده یا به خاطر انوایرمنتال بوده که این مسائل ها و این مسائل منفی پیش اومده، که هر کدوم از اینها جای صحبت زیادی داره و من واقعا خوشحال هستم که ما داریم در این مورد صحبت میکنیم. و اینکه فقط رابطه جنسی این نیست که دو نفر به اوج کمال جنسی برسن، اون یه قسمتشه، یه بخشش هست، ولی اون همچنین یک وسیله، یک جوی هستش که نسل انسان ادامه پیدا میکنه و اصلا بایستی دید که هدف از اون رابطه جنسی چی هست و چی میشه که دو نفر وارد اون رابطه میشن در مرحله اول و فقط به خاطر این نیستش که جسم انسان، روح انسان از لحاظ جنسی راضی بشه و ساتیسفای بشه. خب خانم دکتر سپیده بفرمایید ببینم که به طور کلی راجع به همین برنامه بهداشت اصولاً اینجوری که میگفتن که در قدیم میگفتن روح سالم در بدن سالم است، بنده که اصلا اعتقاد به روح ندارم، مطلقاً به روان اعتقاد دارم و اونم معتقد هستم که موقعی که مردیم روانم مرده، تمامه، بی وجود نداره. روح هم کسی نمیدونه مگر بعضی از این شارلاتان ها که میگن دیشب روح اومده بود تو خونه ما و اینا، نمیدونم والا به هر جهت. اما اگه یکی روح رو قبول داشته باشه و بخواد از اون برای رفاه مردم یه چیزی استفاده بکنه که سودی به مردم برسونه، مثلا بگه یک روحی اومد به من گفت که بابا این پولایی که داری یه مقدار خرج فقرا بکن، یا اینکه به بیماران مستمند کمک بکن، این روحه اومد به من اینه گفت، اگه اینه بگه من اون روح قبول دارم. ولی این روحی که میاد به همیشه ایام قراره که از بقیه یه چیزی دریافت بکنه، هیچ وقت خودش چیزی به کسی نداده. خیلی جای تعجبه، تعجب نیست مثلا از لحاظه تاریخی آدم میده. بفرمایید جناب، بفرمایید صحبت. خواهش میکنم. من قبل از هر چیز سلام کنم خدمت بینندگان عزیزمون و شما عزیزان، عذرخواهی میکنم فراموش کردم سلام کنم توی صحبت قبلی. در مورد بهداشت در واقع روابط جنسی، اگر اجازه بفرمایید من یه پله بیام عقب‌تر و از اونجا شروع کنم که خانم‌ها برای اولین بار در واقع اولین خونریزی ماهیانه‌شون رو تجربه می‌کنن، چون فکر می‌کنم از همونجا بهداشت ناحیه تناسلی به صورت جدی اهمیت بیشتر از قبل پیدا می‌کنه. خب یک چیزی که در واقع همه افراد میدونن که در واقع باید موهای ظاهر اون ناحیه رو در واقع حتما اصلاح کنن و اونجا در واقع چون اون موها میتونه زمینه‌ای برای باشه برای اینکه
عفونت بتونه رشد کنه. ولی یک سری چیزهای دیگه هم هست، خیلی نکات ساده ای هست، ولی هدف من که میگم به خاطر اینکه خیلی خیلی زیاد توی در واقع مریضا هستن که مراجعه به پزشک میکنن به خاطر همین داستان، و یه وقتایی واقعا یک سری چیزا ساده است ولی خب بعضی از ماها نمیدونیم. یک چیزی که هستش، خانوما باید توجه داشته باشن که اول که اول این رو بگم راجع به خونریزی ماهیانه که دوچارش میشن، خب یک سری اگر که در واقع از نوار بهداشتی استفاده میکنن حتما نوار بهداشتشون رو هر 4 تا 6 ساعت عوض بکنن. این خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه در واقع به لحاظ بهداشت. و اگر که تامپون استفاده میکنن، توصیه بسیار اکیدی میکنم که به هیچ وجه بالای 8 ساعت تامپون رو نذارن در جای خودش بمونه، چون به خاطر اینکه یک نوع میکروبی در اونجا سمی تولید میکنه که میتونه فرد رو تا مرگ ببره. به خاطر همین حتما اگر تامپون استفاده میکنید هر 4 تا 6 ساعت عوض کنید، زیر 8 ساعت حتما عوض کرده باشید. و این از این داستان. ولی یک چیز دیگه‌ای که میخوام اینجا راجع بهش صحبت کنم راجع به این هستش که راجع به ترشحات هستش. ببینید یک سری افراد مراجعه میکنن به مطب دکترها که مثلا آره ما ترشح داریم و فکر میکنن که عفونت هستش. ولی ببینید یک سری ترشحات، ترشحات نرمال بدن هستن و یک سری ترشحات، ترشحات عفونی هستن. خیلی مهم هست که ما بتونیم اینا رو از هم افتراق بدیم تا بدونیم که کی باید مراجعه به پزشک داشته باشیم. چیزی که میخوام بگم این هستش که توی سیکل نرمال یک خانوم، به خصوص اون 2 هفته قبل از شروع خونریزی ماهیانه، این میزان این ترشحات بیشتر میشن. ولی چیزی که هست، این ترشحات بدبو نیستن و یه حالت رنگ آبکی طور دارن. ولی اگه این ترشحات در واقع رنگشون تغییر بشه، بکنه زرد بشه، سبز بشه، یا حالت پنیری پیدا کنه یا بدبو بشه، خب اینا نشونه این هست که باید پزشک مراجعه داشته باشن. چیزی که میخوام بگم اینه که حتما خانوم ها حتما هر روز، فرقی نمیکنه آقایون هم همینطور، حتما هر روز لباسی رو خودشون رو عوض بکنن. و در واقع یک مسئله دیگه ای هم که در واقع خیلی مهم هست این که از لباسی رو نخی استفاده بشه، چون واقعا این به شدت در بهداشت اون منطقه تاثیر داره و کاملا، یعنی وقتی که مثلا خیلی وقتا من مثلا مریضا رو که میدیدم همین چیزای ساده رعایتش واقعا باعث میشد که خیلی وقتا سیر درمانشون رو خیلی سریعتر در واقع بگذرونن، یا یعنی اینکه در واقع دوباره برنگرده عفونت بهشون. یک مسئله دیگه ای که هست، شما اصلا نیازی نیست که ناحیه تناسلیشون رو خانوم ها همون پوستش رو حتی با شامپو یا صابون بشورن. خواهش میکنم این کار رو نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اون ناحیه تناسلی خانوم ها نیاز داره که در واقع به لحاظ اسیدی بازی در یه رنج خاصی قرار بگیره، یعنی پی اچ میگیم، حالا بگیم اسیدی بازی که راحت تر باشه صحبت که میکنیم، اون باید در یه عدد خاصی باشه، 4.5 به پایین باشه. وقتی که ما در واقع از این شوینده ها استفاده میکنیم، اون در واقع میان یه سری باکتری های مفید اون ناحیه رو از بین میبریم، تعادلشون از بین میبریم و زمینه رو مساعد میکنیم برای بروز عفونت. پس خواهش میکنم از هیچ شویندهی برای شستشوی اون ناحیه استفاده نکنیم. یک سری دوشهای واژینال هستن که در واقع برای شستشوی داخلی هستن، اونها رو هم توصیه نمیکنم. اگر باز خیلی دوست دارین که اون ناحیه تناسلی خودتون رو بشورید، میتونید قسمت خارجی و پوست رو با یک سری شوینده هایی که مخصوص در واقع همین ناحیه هست و پی اچ 4.5 داره و نه بیشتر، دقت کنید حتما پی اچ روش رو باید بخونید، میتونید بیرونش رو بشورید ولی داخل رو هرگز توصیه نمی کنم. خب اینها یک سری در واقع نکات کلی هست که دوست داشتم که اینجا عنوان کنم. و در کنارش حالا در مورد اینکه فرد میخواد رابطه جنسی داشته باشه چه نکاتی رو رعایت کنه، بهتر هست که هم قبل از رابطه جنسی و هم بعد از رابطه جنسی در واقع ادرار کردن انجام بشه، چون اگه میکروبی توی اون ناحیه هست به واسطه ادرار شسته بشه و در واقع دفع بشه. و یک مسئله دیگه که خیلی مایلم اینجا عنوان کنم، در مورد در واقع ویروس HPV که خانم دکتر رشیدیان لطف کردن راجبش عنوان کردن، این خب خیلی ویروس مهمی هست به این لحاظ که
در واقع ما از چیزی که بعد بیشتر از همه راجع به این ویروس میترسیم میتونه که در طولانی مدت اگه فرد مبتلا به ویروس HPV باشه میتونه فرد رو مستعد به سرطان دهانه رحم یا سرطان سرویکس کنه. پس خیلی مهم هستش. توصیه میشه همونطور که خانم دکتر فرمودن از سن 11 تا 11-12 سالگی تا 26 سالگی واکسن HPV در چند نوبت تجویز بشه. بعد از سن 26 سالگی آیا واکسن HPV رو بزنیم یا نه؟ ببینید اصلا 26 تا 45 میشه واکسن رو زد، ولی واقعا بحث برانگیز هست که آیا چقدر اثر داره و یا چقدر میتونه ایمنی ایجاد بکنه، ولی بهترین تایم زمان طلایی همون 11 تا 26 سال هستش. و افرادی که وقتی یه فردی میخواد رابطه رو به خصوص با یه فرد جدید شروع کنه یا کلا با هر کس رابطه داره، خیلی دقت کنین که خیلی خب بیماری های مقاربتی این وسط خب خیلی نقششون پررنگ میشه که حتما در نظر داشته باشیم. نمیخوام وارد بحثش بشم چون در واقع اون یه دوباره مال یه بحثه یه جلسه دیگه‌مون هستش، ولی چیزی که میخوام اینجا اشاره کنم این هستش که حتما توصیه میکنم که از نظر اگر هر کس رابطه جنسی داشته حتما خوبه که در واقع یه بار آزمایش ایدز، آزمایش هپاتیت بی، هپاتیت سی رو انجام بده، به خصوص اگر که کسی هستش که چند شریک جنسی داره یا میدونه یا شریک جنسی داره که احتمال میده چند تا شریک جنسی اون فرد داشته باشه، چون در این حالات خیلی ریسک احتمال انتقال بیماری‌های در واقع مقاربتی و جنسی خیلی بالاتر میره و ممکنه که فرد سالها اونو داشته باشه و هیچ علامتی حس نکنه، ولی وقتی بفهمه که خب دیگه در واقع به مراحل پیشرفته رسیده باشه. پس خب اینو حتما من خواهش میکنم که در نظر داشته باشید، به خصوص خانم هایی که میخوان حامله بشن. البته خدا رو شکر الان توی کشور ما قبل از حاملگی اکثر خانم ها به خصوص حالا برنامه کشوری مثلا تا تو روستاها اکثر این بیماری ها رو آزمایش هاشو خوشبختانه میدن و جز ملزومات هستش، ولی خب حتما باید اینو در نظر داشته باشید و اگر که میتونید در واقع از کاندوم استفاده کنید که بسیار بهتر خواهد بود، چون در واقع ریسک انتقال بیماری های مقاربتی و خیلی از بیماری های دیگر رو به شدت کاهش میده. اگر که عفونت دارید توصیه می‌کنم که حتما به دکتر مراجعه کنید و حتما در نظر داشته باشید که بعضی از انواع عفونت‌ها نیازمند هستش که شریک جنسیتون هم باهاش دارو بگیره و در واقع تا یه هفته‌ای هم رابطه جنسی نداشته باشید. پس اینها رو هم ازتون می‌خوام که در نظر داشته باشید. مجموع همه اینها چیزهایی هست که واقعا می‌تونه در واقع حفظ بهداشت اون ناحیه تأثیر داشته باشه. خیلی خیلی ممنون از واقعا تشریح این قضیه خیلی کنید. انشالله راجب همینجوری که خانم دکتر رشیدیان اشاره کردن راجب بیماری ها اینا انشالله دفعه آینده صحبت خواهید کرد. انواعش و ماشالله یکی دوتا دهتا نیست. و از خانم دکتر رشیدیان میخواستم این دفعه آقایون وارد بکنیم به جریان. مثلا تو محیط های خانوادگی حالا وقت میبینه که ممکنه که با همه این کارهایی که میکنن مسئله بچه دار نمیشن یا براشون اتفاق نمیافته. از لحاظ اخلاقی، از لحاظ پزشکیش خانم دکتر سویده اگه وقت برسه خواهد گفت، ولی میدونم که این موضوع خیلی مفصلیه. این از نقطه نظر فرهنگ، از نقطه نظر ارتباطات خانوادگی، از لحاظ عشق و علاقهی که به همدیگه دارن، مسئله طلاقهایی که سر این زمینه پیش میاد، بفرمایید به تمام اینا. خواهش میکنم. در مورد آقایون بله، مسئله اینفرتیلیتی پیش میاد، باعث میشه که به دلایل مختلف مثل خیلی اسپرم کانت خیلی خیلی تعداد اسپرم خیلی پایین، میتونه حاملگی صورت نگیره، حتی میتونه به خاطر مسئله پریماتور ایجاکولیشن حاملگی طبیعی صورت نگیره. و معمولا آقایون خب در وقتی که این مورد رو باشون مطرح میشه و احساس میکنن که خودشون به صورت طبیعی نمیتونن وارد مرحله بچه دار بشن، احساس خوبی خوب نمی کنن و احساس می کنن حداقل در فرهنگ ما به اندازه کافی مردانگی ندارن و می بینیم که بعضیاشون باز هم به خاطر مسئله فرهنگی
این مسئله رو بروز نمی کنن، ولی سعی می کنن که درمان های سنتی رو استفاده کنن حتی به جای اینکه برن دکتر، و اونجاست که صدمه های بیشتری به خودشون می زنن. ولی واقعیت اینجاست که بعضی ها، اکثر مردها می قدرت باروری رو دارن خوشبختانه، و یه تعدادی هم هستن که به صورت طبیعی، به صورت ژنتیکلی، به صورت دلایل مختلف به هر حال نمیتونن این باروری انجام بشه. ولی خب خوشبختانه راههایی هست برای اینکه این حاملگی ها انجام بشه. یکی همون تلقی مصنوعی هستش که میتونن اسپرم وارد رحم زن بکنن که با رحم زن تشکیل بشه، یا اینکه حتی نطفه رو میتونن خارج از رحم تشکیل بدن و بعد وارد رحم زن بکنن، این کارو انجام بدن. و اینی که بچه دار شدن، امروزه این مسئله علم و مسئله متدهای مختلف تونسته خیلی از مسائل رو حل بکنه و محدودیت کمتری داره. منتها خب از لحاظ روانی یک مرد میتونه احساس بکنه که کمبودی داره، و به خصوص اگر که متاسفانه خانواده متوجه این مسئله بشه، منظورم از خانواده همسرش نیست بلکه اطرافیان، خب به هر حال میتونن همیشه یک مسائلی پیش بیارن که باعث ناراحتی اون شخص بشه. و یکی دیگه از سیستما هستش که بعضی وقتا کار به این میکشه که انسان بره یک فرزندی رو ادابت بکنه برای خودش، و اینا الان مشکلات خیلی ها رو حل کرده خوشبختانه. ولی به طور کلی اون احساس که مثلا اون فولفیلمنتی که یک نفر، یکی از چیزهای این که آدم اصلا میخواد بچه دار بشه چی هست؟ یکی این که راز بقاست، نورچرینگ هستش که، و اینکه اون لذتی که یک شخص میبره که مثلا داره فرزندی میشه، احساس رضایت و تکاملی که میکنه از اینکه بچه دار شده، و اینکه اون عشق و محبتی که باقی میمونه به خاطر این مسئله، نزدیکی بین زن و شوهر و اون فرزندی که وارد محیط خانواده میشه با خودش چه لذتهایی رو میبره. و اینجاست که اگر یک شخصی خودش مستقیماً نتونه این احساسو با تجارب خودش و به صورت طبیعی به دست بیاره، خب مسلماً باعث ناراحتیش میشه. منتها میبینیم که از طریق روان درمانی خیلی خوشبختانه واقعیت‌های خودشونو قبول میکنن و حاضرن برن دنبال سیستم‌های دیگه که باعث میشه که اینها بتونن از بچه دار بشن. در کار پزشکی هم همچون که خانم دکتر سپیدم حتما بهش اشاره میکنن، سیستم هایی هستش که برای آقایون بتونن هم از راز اون دیزایرشون بیشتر بشه، یا اینکه پریمچور ایجاکولیشنشون از بین بره، مسئله اسپرم کانتشون تنظیم بشه، تستوسترونشون رو بتونن اجاز بکنن. همه اینها سیستم هایی هست که خوشبختانه امروز در دسترس آقایون هست و خیلی ها میتونن از این سیستم ها بهره برداری بکنن. در کنار اون خب خانم ها میتونن مشکلاتی داشته باشن و نصفشون یا مثلا مشکل تایمینگش دارن که، یا اینکه تخمک به اندازه کافی ندارن، یا اینکه سنشون به مرحله بالا پریمنوپاز و یا منوپاز میکشه و تا اون سنی که تونستن بچه دار بشن بچه دار نشدن، یا اینکه ژنتیکلی نتونستن بچه دار بشن. به هر حال برای اونا هم راههایی هست و مثل IVF هستش، یا اینکه بعضیا الان سرگیت مادر رحم اجاره میکنن و بچه دار میشن. الان اینقدر این دوتا مسئله پیشرفت زیادی کرده و خیلی هم تقاضای بسیار زیادی پیدا کرده. حتی یک عده‌ای هستن که تخمک‌های خودشون رو فریز میکنن ولی نمیخوان بچه دار بشن خودشون، نمیخوان ریسک حاملگی رو قبول بکنن، نمیخوان دوره 9 ماه حاملگی رو طی بکنن، سنشون رفته بالا، کوریرشون بهشون اجازه نمیده، شغلشون بهشون اجازه نمیده که برن اون دوران بارداری رو طی بکنن.
از رحم اجاره استفاده میکنن. بنابراین راه‌های مختلف خوشبختانه الان زیاد هست و پدر مادرهایی که در شاید 50 سال پیش 30 سال پیش نتونستن با آرزوی خودشون برسن، امروزه امکانات خیلی بیشتری در اختیارشون هست. واقعا یه بحث بی نهایت گسترده ایه. یعنی وقتی مسئله حاملگی پیش میاد، مسئله فرزند پروری پیش میاد، مسئله عواطف انسان پیش میاد، حتی در روابط معمولی زن و شوهر شما نگاه بکنید، بسیاری از این برنامه هایی که مربوط به سخت جنین در سه ماهه اول زندگی که باروری اتفاق میفته، مثلا میخواستم راجع به این موضوع اگه به شکل صحبت بکنیم امروز، راجع به خشونت و خشم و ارتباط این با مسائل جنسی، عدم قبول. ببینید حاملگی وقتی که شد مسئله رابطه جنسی یه وضع دیگه ای به خودش میگیره. میخواستم راجع به این موضوع صحبت بشم. من میدونم که کتککاری شده که بچه سخت شده. یعنی شما بفرمایید جناب. بفرمایید. من بگم؟ بله بله. خواهش میکنم. بله ما میبینیم که متاسفانه آمارهای وحشتناکی در این مورد همیشه میبینیم. به عنوان مثال میدونیم که در سال گلوبالی، یعنی در سطح دنیا، حداقل 120 میلیون حاملگی ناخواسته اتفاق میفته که اینها تقریبا میشه گفت 60 تا 65 درصدشون به سقط جنین ختم میشه. نه که فقط با خشونت، بلکه اینکه خود اون شخصی که حامله شده نمیخواد این بچه رو چیکار بکنه، نگهداری بکنه. و میشه گفتش که تقریبا سالی 73 میلیون سقط جنین در دنیا اتفاق میفته که 93 درصدش مال طبقه که به اصطلاح درآمد پایین دارن، 63 درصدش مال طبقه متوسطه و 34 درصدش مال طبقه پولدار هست. و یه مقداری از این به خصوص اگر که بین زوجهایی باشه که روابط خوبی با هم دیگه ندارن، بله به وسیله خشونت هایی که پیش میاد این سقط جنین اتفاق میفته. ولی از اون بدتر سقط جنین هایی هستش که بین خانم هایی که دختر خانم هایی که زیر سن 15 سال هستن، زیر سن 18 سال هستن. و مثلا من آمار ایران اگه بخوام در نظر بگیرم، که البته این آماری که من دارم اصلا با هم دیگه مچ نمی کنه، من اینو واقعا جلو بگم، برای اینکه میگن که مثلا حاملگی در بین افراد زیر 15 سال 1446 نفره، بعد از این تعداد 1700 تاش زیر سن 13 ساله. آخه مگه میشه همچی چیزی؟ ما چطور در سال 1500 تا ما حاملگی داریم زیر سن 15 سال، ولی 1700 تاش یه دفعه اینجا ما 2000 تا رو ما از کجا اضافه کردیم که رفت فقط برای 13 سالگی. و اینا وقتی که حامله میشن، اگر که از طریق ازدواج نبوده یا اینکه حاملگی بوده که به هر حال پیش اومده، حالا از طریق تجاوز جنسی بوده یا هر چیزی دیگه بوده، اینا معمولا پیش پزشک نمیرن، اینا معمولا میرن پیش اون کسایی که به صورت سنتی این سقط جنین رو تولید میکنن که خدا میدونه چند درصدشون چه بلاهای سرشون میاد، به مرگ ختم میشه. ما اینو کاملا میدونیم، اینا مدارکش هست. و اینه که سقط جنین این نیست که فقط بچه از بین میره، بلکه صدمه‌ای که به بدن مادر وارد میشه، اون خیلی از این صدمه ها جبران پذیر نیست. مثل اینکه شاید مثلا یکی حتی دیگه نتونه بچه دار بشه،
یا اینکه صدمه هایی بشه که هیچ وقت اینا قابل ترمیم نباشه برای یک زن، باعث مرگ که گفتم خدمتون میشه. بعضی البته در سن بالاتر هم میان سقط جنین رو انجام میدن به خاطر اینکه یا سنشون رفته بالا، مثلا تعداد بچه، مثلا 3-4 بچه دارن، یکی دیگه پیداش میشه، نمیخوان نگه دارن و میرن سقط جنین میکنن. و بهترین کارهایی که میشه کرد در اینجا اینه که خب انسان بیاد از طریق های مختلف برث کنترل استفاده بکنه. ولی خب ما من روی خشونت که بخوایم صحبت بکنیم، این خشونت ها معمولا فرهنگیه، یا اینکه در این رابطه هایی که هستن این پارتنر میلشون آدم هایی هستن که یا میتونن سادیسم جنسی داشته باشن، یا میتونن اصلا براشون نقش زن در رابطه جنسی مطرح نباشه و فقط به فکر لذت و اون تمکین خودشون باشن. بنابراین اون بحث خشونت به قدری وسیع هست آقای دکتر فروغی که من واقعا نمیدونم چجوری من میتونم در عرض 5 دقیقه اینو من جمعش بکنم. من خودم در مورد این مورد مسئله خشونت در رابطه جنسی و در زناشویی و یا هر رابطه‌ای که باعث رابطه جنسی میشه با خانم‌هایی که صحبت کردم، داستان‌های فجیحی رو برای من تشریح کردن، حرف زدن، که امیدوار هستم که شاید یه روزی بتونم شبیه این داستان‌ها رو طوری مطرح بکنم که کسی آیدنتی چیز نشه، مطرح نشه. ولی اینقدر نادانی در مورد رابطه جنسی زیاد هست در فرهنگ‌های مختلف که باعث خیلی خشونت‌هایی میشه و این خشونت‌ها می‌بینیم که چه عواقبی داره. فقط میدلیست نیست، در خاور دور ما اینو می‌بینیم، در آمریکا، در نورث آمریکا، در سات آمریکا می‌بینیم، در کشورهای اروپای شرقی ما اینو خیلی خیلی کمتر از همه جا می‌بینیم، در استرالیا خیلی کمتر می‌بینیم، ولی آمارهایی که در میدلیست هست و در قسمت‌های آفریقا شاید بالاترین آمار باشه از لحاظ اینکه خشونت‌های روابط جنسی چه عواقبی داره برای به خصوص خانم‌ها. اون واقعاً شایسته بحث جدای خودشو داره و فقط می‌خوام بدونی که یکی از مطرح‌ترین موردهایی هستش در مورد اینکه رابطه جنسی سالمشو چطور باید یک نفر بشناسه، به خصوص خانم‌ها چقدر در این مورد باید اطلاعات بیشتری داشته باشن. خیلی خیلی مسئله همینجوری که اشاره کردید خیلی خیلی گسترده است. هم هفته آینده نه تنها در مورد بیماری‌های جنسی، بلکه در اثرگذاری چیزهایی که میتونه اصولاً لیبیدو رو مزمحل بکنه، از بین ببره، یا فرض بفرمایید که در مراحل مختلف حاملگی عواطفی که انسان‌ها دارن چگونه باید توی محیط خانواده به کار برده بشه تا اینکه این خانواده رو ما به صورت یک خانواده خوشحال بتونیم در نظر داشته باشیم. ما به پایان وقتمون رسیدیم. خیلی خیلی ممنون خانم دکتر رشیدیان، خیلی خیلی ممنون خانم دکتر سفیده. انشاءالله که سالم و تندرست هفته آینده میایید اینجا و این مطالب گسترده قول بهتون میدم که وقت بیشتری خواهید داشت هفته آینده، چون احتمالاً مشکلاتی که این دفعه داشتیم دفعه بعد نخواهیم داشت. روز روزگارتون خوش. از آقای شهرتی بی نهایت سپاسگزار که این برنامه رو واقعا مثل همیشه با مهندسی کامل انجام دادن. قربان شما. خدا سپاسگزار همگی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.